یکی از نیازهای مصرفی بیماران دیابتی قلم انسولین است که ارزبری زیادی را به کشور تحمیل می‌کند. محققان یک شرکت دانش‌بنیان موفق شدند دانش فنی طراحی و ساخت نسل جدید قلم انسولین را در کشور بومی سازی کنند. شیب ابتلا به دیابت در تمامی کشورهای دنیا رو به افزایش است. در ایران بیش از 8 میلیون دیابتی زندگی می کنند که نیاز به دارو دارند. یک شرکت دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران موفق به تولید قلم انسولین مورد نیاز این قشر از بیماران شده است. این قلم ها وظیفه شون اینه که مثل یک سرنگ چند بار مصرف برای یه بیماری عمل بکنن و بیمار بتونه با سهولت خیلی بیشتر نسبت به یه سرنگ ساده دوزهای تنظیم شده از دارو رو به خودش تزریق بکنه. کاربرد این قلم تنها برای بیماران دیابتی نیست. این قلم ها در طرح ها رنگ های مختلفی قابلیت تولید رو داره برای انواع مختلف داروهای انسولین و همچنین برای هورمون های رشد برای کودکان و نوجوانان و همچنین داروهای نازایی و غیره قابل استفاده هست. خب این قلم ها توی سه قسمت تولید میشه و قسمت دارویش رو داروسازا تولید میکنن. پیچیدگی فنیش تو این قسمت. این قلمی که شما این شکلی مثل یه ماژیک میبینین، این عملا 16 تا قطعه است و قطعاتی از جنس های مختلف پلیمرهای مهندسی و کامپوزیت های مختلف توش داره و اینا همه در کنار همدیگه مثل یه گیربکسی عمل میکنن که با یه دقت بسیار بالایی در حد میکرولیتر بتونن دارو رو برای بیمار فراهم بکنن و فوق العاده آزمون‌های سختگیرانه‌ای داره که باید قلم بتونه اون عملکرد رو در شرایط مختلف دوز مناسب رو بتونه تحویل بده. تزریق آسان، سهولت در انتخاب مقدار معین دارو، به حداقل رساندن خطر لغزش از جمله مزایای این قلم دانش بنیان ایرانی است. قلم‌هایی که تو ایران مصرف میشه و اساساً تو دنیا هستن، کشورهای اروپایی مثل فرانسه و دانمارک هستن و خدمتتون عرض کنم چین هست، آمریکا هست. قلم‌هایی که ما تولید می‌کنیم، قیمت تموم شده‌اش تقریباً 70% قیمت قلمی که وارداتی هست. این تولید کننده دانش بنیان برای پیشبرد روزافزون اهداف خود نیاز به حمایت دارد. راه حلش خیلی ساده است. شما به جای اینکه حمایت دولتی رو تخصیص داده بشه به اون وارد کننده ای که داره قلم رو از خارج میاره، به اون انتهای زنجیره، به مشتری نهایی این تخصیص داده بشه. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به پایگاه pinjection.com مراجعه کنند. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.